أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین برادران و خواهران عزیزانی که این برنامه را به طور مستقیم از صفحه مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مشاهده می‌کنند و عزیزانی که بعداً در صفحات دیگر و یا صفحه کانال یوتیوب بنده مشاهده میکنند. خب باز هم خوشحال هستیم در خدمت حضرت آیت الله شیخ زاده نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظما سیستانی در افغانستان هستیم و امروز هم روز پنجشنبه هست در شهر مقدس قم. انشاءالله در ابتدا توصیه هایی که خود حضرت آقا در نظر گرفتن رو میشنویم و بعد انشاءالله به اون بحث همیشگی و بحثی که در این چند جلسه ادامه دادیم میپردازیم انشاءالله. حضرت آقا سلام علیکم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین لا سیما علی بقیت الله فی الارضین. منم عرض سلام و ارادت و عرض خوش آمد دارم خدمت همه برادران و عزیزانی که این برنامه را در هر جا میبینند و انشاءالله امیدوارم دعا بفرمایند تا مورد نفع برای مؤمنین و مؤمنات قرار بگیره و خداوند از ما و از جناب آقای بختیاری و از همه عزیزان قبول بفرماید. یکی از مسائلی که شاید در خیلی جاها مردم بهش توجه ندارند مسئله عهد و وعده است. بله. الان که مسئله عهد مسئله مهمیه. عهد یعنی انسان با کسی عهد می‌بنده که این کار را انجام بده. وعده یعنی این که انسان مثلا با کسی وعده می‌ذاره که سر ساعت 10 یا 11 در فلان جا حاضر بشه و بعد بی‌توجه به این دوتا میشه، توجه نه به وعده داره نه توجه به عهد. این از گناهانه، چون ان العهد کان عنه مسئولا. از عهدی که انسان میبنده روز قیامت سوال میشه. خیلی مشکلات در جامعه ها از این پیدا میشه که انسان ها به عهدشون وفا نمی کنن. مثلا دو زوج جوان وقتی با هم ازدواج میکنن عهدهایی با هم میکنن، وعدههایی با هم میذارن و حتی گاهی خدا و پیغمبر و قرآن هم شاهد میگیرن، ولی در خلال زندگی به این عهدها توجه نمیکنن و عهد شکنی میکنن، لذا مسائل خیلی حادی پیش میاد. گاهی منجر به طلاق میشه، گاهی منجر به جنگ ها میشه، منجر به افسردگی ها میشه. خلاصه مشکلات زیادی پیش میاد واسه این عهد شکنی ها. توجه بفرمایید، اگر کسی عهد کنه و شرط کنه در ضمن عقد، یعنی عقدش را وقتی نکاح را میبندن با یک شرایطی ببندن. بله. شرط کنه از نگاه خانه، از نگاه زندگی، از نگاه رفتار، از نگاهی که خیانت به همدیگر نکنن، همسالین ها. اگر این آقا یا این خانم به عهدش وفا نکنه، عقد از اونجا باطل میشه. بله. اگر هم عهد نکنن در ضمن عقد، اما بعدن با هم عهد کنند که من این کار میکنم،
خانمم عهد کنه، آقام عهد کنه، بعد عهد شکنی کنن، گناه بسیار زیادی داره. ان العهد کان عنه مسئولا. و همچنین وعده کردن، اگر انسان با کسی وعده میکنه باید با اون وعده وفا کنه. بله. لذا باید آدم یا وعده نکنه یا وعده را مشروط انجام بده. وعده مشروط چی؟ میگه آقا من ساعت 10 منتظرتم تا 10 و 10 دقیقه صبر میکنم. بله. اگر تشریف آوردید و این کار انجام شد خوب، و الا نه. و الا عهد مطلق و وعده مطلق باید آدم بهش وفادار باشه. نقل شده از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم که با یک آقای وعده کرد که در کنار فلان سنگ فردا حاضر شد. بله. پیامبر حاضر شد. بله. او آقا نیامد. بله. پیامبر اونقدر صبر کرد که نماز ظهر و عصر رو هم اونجا خواند. بله. چون وعده کرد. بله. یا همون روز یا فرداش، حالا تردید از منه، همون شخصی که با پیامبر وعده کرده بود از اونجا گذشت، دید پیامبر اونجا نشسته. یا رسول الله اینجا چی میگه؟ گفت با تو وعده کرده بودم. بله. و ما دیروز وعده کردیم. گفت بله درسته، ما خود تو خلاف وعده کردیم، من نمیخواستم خلاف وعده کنم. بله. و اگر نمی آمدی اونقدر صبر میکردیم که از اینجا حشرم میشد. بله. پس وعده اینقدر مهمه. بله. و متاسفانه با بین مسلمان ها وعده و عهد خیلی بیتوجه میشی بهش. بله. عهدی که زن و شوهر با هم میبندن، عهدی که شما با معلمتون میبندید، با معلم بچهتون میبندید، عهدی که با رفیقتون میبندید، عهد یعنی پیمان. پیمان شکنی گناه زیادی داره. و همتونین عرض کردم خیلی گرفتاری ها و طلاق ها و به اصطلاح خانه خراب شدن ها با واسه همینه که مثلا زوج، دو زوج به عهدشون با همدیگر وفا نمی کنن. خیلی عالی سجا. لذا باید عهد را خیلی جدی گرفت و در مسئله عهد و وعده باید خیلی آدم جدن مراعات کنه. جدن مراعات. خیلی عالی، خیلی بحث زیبایی هست. حالا این را حالا اختیار با شماست که اگه میخواین باز کنین این بحث را یا نه. بحث شرط ضمن عقد، بعضی از موارد ما داریم که شاید حدود 1 سال هست با ما تماس بگیره، بعضی ها 2 سال هست تماس میگیرن که ما مثلا رفتیم افغانستان، دختر خانم مثلا ما رفتیم افغانستان و اونجا هم نمیفهمیدیم که مثلا مسائل شرعی و اینا را، فوراً اولین کار کردن عقد دائم بستن و بعد در همون جا ما تشخیص دادیم که این فرد به درد من نمیخورد. خب ما بالاخره یک کار شد و یک نامزدی و یک چیز برگشتیم. الان 1 سال 2 سال هست که ما هرچی میگیم که حالا هرچقدر ما مصارفه که ما انجام دادیم، چیزی هم که تو مصرف نکردی، یعنی تو پسر به پسر میگه، دختر میگه، خب لاقل از لحاظ شرعی ما رو آزاد بکن. خب این میگه نه به حساب ما چیز. مثل از این موارد خیلی ما داریم. چرا نمیکنه؟ علتش به اسلام میگه که نه، من میخوایم که حتما به حساب من پشیمان نیستم، حتما من میخوایم استرالیا مثلا بیایم. کی میگه؟ پسر. پسر میگه استرالیا بیایم. پسر میگه. شما اینطوری تصور در افغانستان، در افغانستان، در افغانستان استرالیا. یا بعضا مثلا حالا یکی از مؤمنین خیلی خوب راهکار نشان داد که حالا شاید به درد کل کسایی که در کشورهای مختلف هست، میگه من بر پسرم، بر دخترایم که رفتم به حساب همسر انتخاب کردیم و یا انتخاب کردن ما رفتیم از افغانستان یا از ایران بگیریم، با اونها اولی که عقد محرمیت بستیم موقت،
دوم شرط کردیم اگر یک وقت بر تو ویزا نداد، بله بله ویزا نداد دیگه ما ایره عقد کنسل میکنیم مراسم. شما یک توضیح درباره شرط ضمن عقد بفرمایید، انشاءالله بحث ادامه. بسیار خدمت شما از کنم. عهد ضمن از شرط ضمن عقد امینه که میگن که ما با هم عقد میبندیم، زن و شوهر میشیم و نکاح را میبندیم به این شرط ها. شرط کنن که مثلا بشه برای تو ویزا بگیریم بیایی استرالیا، در استرالیا آمدی با چی شرایطی زندگی کنی، با دختر ما یا با پسر ما طبق چی شرایطی تو بسازی، اینا رو میگن شرط ضمن عقد. و اگر کسی به این شرط ضمن عقد وفا نکنه، عقد از طرف طرف مقابل باطل میشه. اگر پسر وفا نکنه، دختر میتونه عقد را به هم بزنه. بله. دختر وفا نکنه، پسر میتونه عقد را به هم بزنه. و لذا در این کشورهایی که قضایای اینطوری داره، خب شرط ضمن عقد شرط خیلی خوبیه. اول البته باید شما خدمت شما عرض کنم جناب آقای بختیاری، در ازدواج خیلی خوبه که دختر و پسر با هم بنشینن، بله، توافق کنن. بله. حتی در اسلام هم میگه با این که دختر نامحرم هست، اگر میخواهی بفهمی از خصوصیات این دختر اطلاع پیدا کنی، آیا میتونی با این دختر ادامه بدی در زندگی یا نه، میتونی که با این دختر حتی بدون عقد هم بنشینی صحبت کنی. بله. مثلا میخوای ببینی آیا مو داره یا نداره. بله. موشه ببینی، موی سرشه ببینی. خلاصه اینا رو حتی بدون عقد هم میشادم انجام. بله. بده. یعنی اسلام نمیگه شما اما هیچ ندیده و نشنیده با هم عقد ببندید. بله. نه، بنشینید با هم صحبت کنید، با هم قرار و مدار بذارید، بعد ازدواج کنید. بله. لذا در اسلام عقد اجباری باطله. باطله. یعنی پدر یا مادر یک کسی را، دخترش را یا پسرش را به اصطلاح مجبور بسازه که ازدواج کنه. بله. یک عقد اجباری است و اگر دختر یا پسر راضی نباشه عقد اصلا باطله. بله. و پدر و مادر هم گناهکار. گناهکار. نه، اصلا پدر و مادر حق نداره که برای اولادش زن بگیره یا شوهر بگیره. بله. پدر و مادر وظیفش اینه که او رو راهنمایی کنن. بابا جان این دختر به دردت میخوره یا نمیخوره؟ بله. این پسر به دردت میخوره یا نمیخوره؟ از نگاه دینی اینطوریه، از نگاه اجتماعی اینطوریه، از نگاه فرهنگی اینطوریه. اینا رو باید آدم بشه. بله. نه ای که بگه که من تو رو آخ میکنم اگر مثلا با دختر خالیت ازدواج نکنی. بله. یا با پسر خالیت ازدواج نکنی. اصلا این یعنی عقد باطله. باطله. اگر این دختر و پسر راضی نشن، این عقد باطله و این پدر و مادر هم گناهکار. گناهکار است. خیلی عالی است. خب چون بحث خیلی جذابی هست و ما به خاطر این یک مقدار پیگیری میکنیم، به خاطر که بعدش مشکلاتش به دوش ما میایه. مثلا بعضی از دختر خانم ها تماس میگیرن و میگن که خب این اسلام چرا اینقدر مقید هست و ما نمیخوایم با این فرد باشیم، حالا ما یک طلاق دائم بستیم و اونم رضایت نمیده که دوباره عقد دائم بستیم دوباره ما را طلاق بده. خب این مشکلاتش خیلی زیاد است. لذا یکی از علمای مقیم استرالیا با همکاری مؤمنین و تجربه هایی که ایشان داشتن با ما هم در میان گذاشتن، حدود تقریبا 30 ماده ما تا الان درست کردیم و ایشان بیشتر زحمت کشیدن که قبل از ازدواج اینا کل اینها مثلا آیا به کار مانع هست یا نیست، مثلا بر تحصیل مانع هست، حتی چون اینا یکی یکی کیس هایی که آمده پیش ما، اینا مثلا انتخاب خانه، منطقی خانه، چون ما داشتیم به خاطر انتخاب مسکن دو نفر طلاق گرفته، اون گفته مثلا در این سر شهر، اون گفته در این سر شهر.
خب پیش از این یا مثلا رفتن به مجالس، مجالس آیا مجالس که میریم حتما باید اینا مجلس های مجزا باشه یا مشکل نداره؟ اینها مباحث پیش با افتاده است، ولی اون بحث اصلی این هست که حالا ما اینا عرض میکنم که آجا هم تصحیح بفرمایند که اگر ازدواج هایی که مخصوصا از استرالیا، از اروپا، از آمریکا میایند با یک کسی که حالا شوهر یا زنی که در ایران یا در افغانستان هست میخواین ازدواج ببندن، خیلی باید محتاط باشن که از جمله اولی که عقد دائم نبندن، دوم این که این شروط را به اصطلاح شرط ضمن عقد بکنن که یکی از شروط به اصطلاح ویزاست. مثلا امکان داره خب دولت ویزا نده، 10 سال ویزا نده، خب این دختر خانم در استرالیا یا در آمریکا مانده، پسر در اونجا عقد هم دائم کردن و دوباره هم یا اصلا دولت کلهم اون را به لیست سیاه برده و اصلا ویزا نمیده. این شما مثلا تایید میفرمایید که قبل از ازدواج این مطالب واقعا گفته بشه و امضا بشه؟ بعد خدمتتون، اولا که در عقد باید رضایت طرفین شرط، شرط بله، رضایت هم که شرط، یعنی با همدیگر بنشینن صحبت کنن، حرف بزنن، شرایطشون رو با همدیگر بذارن، بله، و بعد تا ازدواج دائم و بخوان که عروسی به اصطلاح نگیرن، خوب خوبه که عقد منقطع باشه، بله، عقد موقت باشه که اگر یک مشکلی پیش آمد خود به خود فسخ بشه. و در مسئله بعد خدمت شما عرض کنم، عقد منقطع هم که میبندن شرایطی داره، بله، مثلا عقد میکنن عقد برای 1 سال فقط برای این که این دوتا بتونن با هم بنشینن و حرف بزنن، بله، یا تلفنی یا رو در رو، بله، یا مثلا بتونن برن بیرون گردش، بله، دیگه کارا نه، بله، دیگه مسائل نه. این عقدها باید با این شرایط انجام بگیرن، بله، و بعد با هم بنشینن صحبت کنن. و اگر اینجا هم یک مسئله دیگه هست که اگر عقد اشتباهی شد و عقد دائم بسته شد و حالا این دختر نمیتونه با این پسر روی جهاتی زندگی کنه، بله، پسر در افغانستان مانده ویزا بهش نمیدن، بله، او در استرالیا مانده، یا اصلا بعدن دیدن نه این پسر مشکلات روانی داره، چی داره، بله، چی داره، اینا رو میتونن با دفتر مراجع رجوع کنن، بله، کسی که ازش تقلید میکنن الان سایتایشون هست، مراجعه کنن و طلاق غیابی بگیرن، بله، بسیار خیلی عالی است. خب انشالله ما میپردازیم به این فراز زیبای توصیه های پیامبر گرامی اسلام که راه و رسم زندگی را برای همه ما به عنوان فرمول های زندگی برای ما پیامبر گرامی اسلام و ابوذر غفاری رحمت الله علیه توصیه فرمودن، که یک مقدار اینجا حالا به بنده بر میخوره این بحث، این فراز که آجاهات این انشالله توضیح بدهن که یک تذکر برای بنده و امثال بنده هم باشد انشاءالله. فراز 14 هم آجا، بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابازر ان شر الناس منزلتن عند الله یوم القیامه عالم لا ینتفع بعلمه و من طلب علما لیصرف بهی وجوه الناس الی لم یجد ریح الجنه. بله، خدمت شما عرض کنم که اولا این عرض کنم عالمی که در صدر خدمت به جامعه است، در صدر خدمت به مردم است، میخواد به جامعه خدمت کنه، به مردم خدمت کنه و واقعا هم خدمت میکنه به جامعه و به مردم، اجر بسیار زیادی داره، بله، هر کسی که از او یک چیزی یاد بگیره، بله، خدمت شما عرض کنم که یک ثوابی این عالم از اون میبره، بله، و البته یا لازم نیست که عالم که میگیم لازم نیست که
حتما باید آمده باشه حوزه علمیه درس خونده باشه. بله. شما یک سلسله معارف اسلامی رو بلدید. بله. احکام مثلا مسائل عملی را در اسلام بلدید. میدونید، خوب میفهمید نماز چی رقم خوانده میشه، روزه چی رقم باید گرفت، وضو چی کار باید کرد، شکیات چیه، سهویات چیه. بله. این مسائل بلدید، اصول دین بلدید. خب شما همینا رو به مردم یاد بدید. بله. به مردم بفهمانید. بله. جوانها را نصیحت کنید. بله. مثل این که شما فرزندتون را نصیحت میکنید، جوانها را نصیحت کنید. چون جوانها خب جوانن، تجربه خیلی کافی ندارن، خیلی کارا را انجام میدن که بعدا خودشون پشیمان میشه. اما این پشیمانی دیگه فایده نداره. شما با عنوان یک مرد بزرگ سال خورده با تجربه، این جوانها را به اصطلاح راه و رسم زندگی را بهشون یاد بدید. آقا اینطوری باش، آقا اینطوری باش، این کار را انجام بده، با همسرت اینطوری رفتار کن، با فرزندات اینطوری رفتار کن، کارهای زندگیت اینطوری انجام بده. بله. تا جا فهمیدید؟ پس مراد از عالم در اینجا تنها روحانی نیست. بله. علی حال، هر کسی که میفرماید که بدترین مردم، بله، ببینید نمیگه بدترین مسلمان ها، بله، بدترین مردم، یعنی از یهود بدتره، از مسیحی بدتره، بله، از کسی که خدا را اصلا نمیشناسه بدتره. شرناس. بدترین مردم چی کسی است؟ بدترین مردم از حیث منزلت در نزد خدا روز قیامت عالمی است که از علمش نفع نمیبره. در قیامت منزلت های مردم مختلفه. بله. توجه فرمودید، یکی در این مرتبه قرار داره، یکی در این مرتبه قرار داره، یکی در این مرتبه قرار داره، همینطور میره بالا. بله. آخرین و بدترین مرتبه، بله، مال عالمی است که از علمش نفع نمیبره. بله. از علمش نفع نمیبره یعنی چی؟ یعنی نه خودش از او استفاده میکنه از او چیزی که بلده. بله. بلده، خیلی چیزها رو بلده، اما ازش استفاده نمیکنه. بله. و نه به کسی او چیزها رو یاد میده. بله. توجه فرمودید؟ بله. این بدترین انسان هاست. انسان هاست. این خیلی شامل خیلی مسائل میشه. بله. مثلا من میدانم که اگر عهدی با فرزندم کردم، با اولادم کردم، با همسرم کردم، باید به اون عهد به اصطلاح عمل کنم. نمی کنم. بله. لا ینتفع بالمال. بله. توجه فرمودید. یا پناه بر خدا، استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا خودش عمل نمی کنه یا به مردم نمیگه که شما عمل کنید. بله. بسی شر و ناس. بله. بعد می فرماید که یا ابازر و من طلب علما لیصرف بهی وجوه الناس الی لم یجد ریح الجنه. بله. اگر یک کسی بیاد در حوزه علمیه یا در نه دانشگاه، بله، در رشته های گوناگون بخواد یه چیزی یاد بگیره، فقط برای این که مردم به او توجه کنه، توجه. مردم به او بگن حضرت آیت الله. بله. یا مردم به او بگن جناب آقای پروفیسور، یا آقای دکتر، یا آقای چی، یا آقای. بله. چی لیصرف وجوه الناس الی. بله. منظورش اینه که مردم را به طرف خود بکشانه. بکشانه. مردم را متوجه خود بسازه. بله. این آقا حکمش چیست؟ لم یجد ریح الجنه. بله. اصلا بوی بهشت استشمام نمی کنه. تا چی برسه؟ به این که به خود بهشت برسه. میگن بوی بهشت از 500 سال راه به مشام آدم برسه.
ببینید بعض عطرهای خیلی زیبا آدم وقتی از کوچه رد بشه، اگه کسی اون عطر را زده به استفاده کرده باشه و از کوچه رد بشه، بعد از مدتی شما رد بشید بوی اون عطر را میشنوید. بله بله. پس بعض عطرها اینقدر بله مهمه. بهشت میگن از 500 سال راه آدم بویشه میشنه. اما این آقایی که برای شهرت تحصیل کرده، بله، برای شهرت رفته به کاری رسیده، نه برای خدمت. نه برای خدمت. این بوی بهشت هم نمیشنه. این برای خدمت یاد گرفتن مخصوص عالم و روحانی نیست. بله. یک کسی رفته مثلا یک دکتر خیلی خوب شده که مردم ازش بهش ازش طرفداری کنن و به او مثلا توجه داشته باشه، اما نظرش خدمت نیست. خدمت نیست. حتی اگر مریض پیشش برسه با خیلی قهر و شدت و حدت با او برخورد. یا یک کسی به یک مقامی رسیده که میتونه برای مردم خدمت کنه، نمیکنه. بلکه تنها هدفش این بوده که مردم او را بشناسن و احترامش کنن. این آقایون بوی بهشت هم نمیشنوند. پس در اسلام اون چه مهمه آقای بختیاری، اینه که انسان خدمت به مردم خدمت نظرش خدمت به مردم باشه. شما درس هم میخونی برای اینکه من خدمت به مردم کنم. دکتر میشی نظرت این باشه که خدمت به مردم کنی. یک بنده خدایی اگر داروی خواست برش بگی. بله. روحانی میشی خدمت به مردم کنی. یک جای اگر دیدی امر به معروف و نهی از منکر است، امر به معروف و نهی از منکر کنی. بله. یک جوانی دیدی اشتباه میکنه بهش یادش بدی. بله. یک کسی خلاصه یک کار خطایی میکنه تو بهش تذکر دید. تذکر. پس اصل در اسلام اینه. بله. اصل در اسلام اینه که انسان خدمت به خلق. خلق. رضا یک شعری هست میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست. بله. خدمت به خلق خدا، خدمت به مردم. البته این معنایش این نیست که تو نمازم نخوان و فقط خدمت کن. نه. بعد از انجام واجبات بهترین عمل خدمت به خلق. من یه مرتبه عرض کردم حضرت حسن، امام حسن مجتبی علیه السلام یا یکی از ائمه ما علیه السلام در حال اعتکاف بود، یه بنده خدای آمد در مسجد الحرام، گفت ابن رسول الله این طلبکار من از شما حرف شنوی داره، لطفا به این نصیحت کنید که مرا یک چند روز به اصطلاح با من مدارا کنه. حضرت اعتکاف را ترک کرد. توجه فرمودید؟ بله. اعتکاف را ترک کرد و رفت دنبال به اصطلاح طلبکار اون آقا. بله. پس خدمت به خلق اینقدر ارزش داره. بله. یک کسی میگه که من با امام صادق علیه السلام در حین طواف بودن. بله. با هم طواف میکردیم. بله. امام صادق خود بیحال بود، به حساب در حین طواف همون دست من را گرفته بود و تقریبا مقدار وزنش به سر من بود. بله. در حال طواف بودیم، یک آقای از دور من را دید، اشاره کرد که بیا. بله. من اشاره کردم که من با امام صادق هم نمیتونم. بله. دفعه دوم سوم امام صادق متوجه شد. بله. فرمود تو رو صدا میزنن؟ گفتم بله یا ابن رسول الله. گفت خب چرا نرفتی؟ بله. گفتم خب من در خدمت شما در حال طوافم، خیلی فضیلت دارید. بله. حضرت فرمود انجام کار اون آقا بهتر از اینه. بله. توجه فرمودید؟ بله. پس بهترین عمل اینه که انسان خدمت به خلق کنه. بله. سابق در افغانستان در کابل ما کسایی بودن، بزرگانی بودن، از بزرگان چندول خدا رحمتشون کنه. بله. اینها کارشون این بود، مغازه داشتن، دوکان داشتن، خب صاحب وجهه بودن، صاحب عظمت بودن. اگر خدای ناخواسته در چندول یک مرده اتفاق میفتاد، فقط به این آقا خبر میدادن. بله. این دستور میداد قبر کن میرفت، قبر میکن. بله.
هدیره ها را متوجه بود، قبر میکند، آماده میکند. اصلا صاحب جنازه نمیفهمید که قبر کی آماده شده، کی درست شده. بله. و خود این آقام اکثر مردها را در قبر میذاشت. این یکی از کارایش بود. یکی از کارایش در مغازهش نشسته بود، اگر یه جوانی یه خورده خنده بی خود میکرد، کمی بی توجه بود، قشنگ او را میخواست، نصیحتش میکرد. توجه فرمودید؟ پس مهمترین مسئله، مسئله خدمت به خلقه. لذا اگر آدم از راه به اصطلاح ریا، از راه این که مردم او را تعریف کنن، از راه این که برای این که مردم او را خیلی ارزشمند بشناسن، آدم درسی بخونه، کاری بکنه، این جز گناه بله. چیزی نداره و حتی بوی بهشت هم بله. به مشامش نمیرسه. خیلی عالی. این نکته که حاجی ها فرمودن مخصوص روحانی نیست، این فراز مخصوص کسایی که مثلا در سلک معمم هستن یا حوزوی هستن. آجای مرحوم کافی می‌فرمودن که عالم را که ما اینجا گفته شده حتما این نیست که عبا و قبا و عمامه داشته باشه. هر کسی که هر چیز یاد داره خب زکات العلم داره. اول این که خودش عمل بکنه، دیگر این که این رو به دیگران هم توصیه بکنه. خب اینجا یک نکته دیگر هم آجای بیان فرمودن که در ضمن همین بحث که فرمودن هر کسی که یک مقدار علم داره این علم رو به دیگران یاد بده. ما سال 2018 ظاهراً بود خدمت حضرت آیت الله العظما سیستانی رسیدیم. آجای سیستانی ضمن توصیه هایی که فرمودن که به جوانان مخصوصاً فرمودن بگیم که هر کس در هر رشته علمی که هست، مثلا لازم نیست همه بیاین حوزه، دکتر، مهندس، حالا در هر رشته حتی مغازه‌دار هست، یک ساعت شبانه روز خود را برای فراگیری علم دین بگذارن. خب که اگر انسان واقعا نیم ساعت، یک ساعت در هر رشته دانشگاهی که باشه، در هر کار و کسبی که باشه این را بگذاره، شما ببینید که در سال، در 10 سال این چقدر. این اگر اینجا هم شما هم توصیه بفرمایید که چون در اون محیط ها، خب اونی که دانشگاه است میگه خب من دانشگاهی هستم، اونی که کارگر هست، اونی که کارمند هست، که انهو علم دین را به اسلام میگن، خب همون روحانی باید انجام بده، تمام دیگه. این توصیه که شما هم در ادامه بحث آیت الله العظما سیستانی میفرمایید برای همه جوان ها. بله، خدمت شما عرض کنم، اولا این برگشت میکنه به طرز تفکر ما به دین. بله. ما دین را آیا فقط برای روحانی میدانیم یا برای خود؟ بله. آیا ما زندگی ما را منحصر به می دنیا میدانیم یا میدانیم که قیامتی هم هست؟ بله. اوی که این طور طرز تفکر داره که دین فقط برای روحانی و آخوند و ملا، او گویا قیامت گویا قبول نداره. گویا قبول نداره. شما اگر بدانید که 10 سال بعد شما را ویزا میدن که باید برید چین مثلا. بله. و از شرایط چین اینه که شما زبانش خوب یاد بگیرید. بله. از امی الان شروع میکنید زبان چینی را یاد گرفتن. یاد گرفتن. بله. توجه فرمودید؟ بله. هر چی علاقه به رفتن چین داشته باشید بیشتر کوشش میکنید. بله. خب اگر منم یقین داشته باشم که آخر میمیرم و در قبر و قیامت این مسائل از من سوال میشه، دین و خدا و پیغمبر و نماز و قرآن و نسبت به برادر مؤمن چگونه بودی؟ بله. بی تفاوت بودی یا بی تفاوت نبودی؟ بله. با او چیزی یاد دادی یا نه از پالوش گذاشتی گفتی به من چی؟ بله. اگر معتقد به اینا باشیم خب طبعا عمل میکنیم. بله. همونطور که حضرت آیت الله العظما سیستانی فرمودن روز نیم ساعت یا کمتر بیشتر بیا احکام دینی تیاد بگی، خب این کار میکنیم. بله. بله اگر من معتقد نباشم خب میگم آقا هر کس میدونه کار خودش. بله. آخون میدونه مسجدش. بله. ما میدونیم دانشگاه ما. بله. خب
یعنی من معتقد به قیامت نیستم، نعوذ بالله. بله. ولو به زبان نمیگم، ما عملش همینه. بله. من اگر معتقد باشم که در اونجا از من سوال و جواب میکنن، معتقد باشم که من باید جواب بدم، معتقد باشم که من در برابر جامعه هم مسئول هستم، طبعا متوجه این کار میشم و دنبالش میرم. بله. من خدمت شما یک نکته عرض کنم. در طلبه بودم، در مشهد، ابتدای طلبگیم بود، خدمت یکی از مراجع رسیدم، رضوان الله تعالی علیه. او به من گفت که خب حال تو که طلبه هستی، آیا کتابای غیر طلبگی رو مطالعه میکنی یا نه؟ بله. کتابای برای فهم خودت، علم خودت، برای بله. مسائلی که باید یاد بگیری بدانی. گفتم نه آجا، نمیرسم، درسای خود زیاده. بله. گفت آیا روز 10 دقیقه وقت نمیکنی یک کتاب رو بخونی؟ بله. گفتم چرا؟ گفت این 10 دقیقه 10 دقیقه در هر روز هفته چند دقیقه میشه؟ بله. گفتم اینقدر. سال چقدر میشه؟ گفتم اینقدر. بله. گفت خب تو در یک سال پس میتونی خیلی کتاب رو مطالعه کنی. بله. 10 دقیقه وقت گذاشتم. بله. تجفت. بله. نکته خیلی جالب. جالب. بله. بعد نکته دیگه فرمودن که تو می نویسم یه چیزایی یا نه؟ بله. گفتم نه. گفت که روحانی باید قلم داشته باشه. قلم داشته باشه. بنویسه. بله. هم با زبان تبلیغ کنه، هم با دست. بله. توجه فرمودن. بله. لذا خود اون مرحوم خیلی کتاب نوشته. بله. این نکته اولش که فرمود 10 دقیقه تو مطالعه کن. بله. تخصیص بدی این 10 دقیقه حالا من این کتاب رو مطالعه میکنم. بله. خب در آخر خیلی چیزا یاد میگیری. بله. ما امروز متاسفانه چی جوانهای ما، چی دختر، چی پسر، بله، حتی پیرمردای ما، شاید بیشتر به این تلفونا، بله، به نمیدونم واتساپ و نمیدونم اینترنت و اینا وقتاشون میگذرن. بله. خب اگر اینا رو مطالعه کنم، راجع به خداشناسی، بله، راجع به امامت، بله، راجع به زندگی امیرالمومنین و ائمه علیهم الصلاة و السلام، بله، آیا خجالت آور نیست که من بگم من برای امام حسین عزاداری میکنم اما زندگی امام حسین نفهمم؟ نفهمم. بله. من خودم 12 امامی بدانم، ندانم که امام نهم ما چی کاره بود، چی کرد، چی داد نه. بله. بله. خوی خجالت. خجالت. یا ما خودمون منتظر امام زمان بدانیم اما راجع به امام زمان هیچ مطالعه‌ای نداشته باشیم. بله. خب اینا پیش خدا مسئولیت، مسئولیت داره. پس بنابراین آدم باید از لحظات عمرش استفاده کن. بله. شما رو اگه بینشین الان یک فیلم میره نگاه کن. بله. این فیلم تمام میشه، تو بله. چی ازش استفاده, استفاده کرد؟ فقط این که وقتت گذشت. گذشت. بله. یک ذره خنده کردی. بله. من نمیگم تفریح نکن، تفریح بله. لازمه. بله. مخصوصا برای کسی که تحصیل علم میکنه، تحصیل میکنه، چی در دانشگاه، چی در حوزه، هر جای تفریح لازمه، باید تفریح کنه. بله. توجه فرمودید. اما تفریح سالم. سالم. تفریح سالم. سالم. مرحوم آیت الله محسنی رضوان الله تعالی علیه مشهد آمده بود. بله. ایشون خیلی پرکار بود. آه. لحظه لحظه ایشه کار میکرد. کار میکرد. یه روزی یکی از طلبایشون دعوت کرد در یک باغی داشت برای اونجا برای تفریح. بله. خب ما هم در خدمتشون رفتیم. همونجا ضمن این که تفریح میخواستن کنن و به اصطلاح صحبتهای مختلف، یک مقدار مشاعره کردن. آه. بله. خب خود مشاعره چیز خیلی خوب، آدم شعر بله. یاد بله.
یه مقدارم مسائل علمی رو مطرح کردن، از او سوال کرد، از او سوال کرد، بعد خودش جواب داد، این کارا. بله. ببینید بله. تفریح اما تفریح بله. علمی، نه دروغ گفتن، نه غیبت کردن، نه تهمت زدن، نه کارایی که خدا و پیغمبر ناراحت بسازد. بسیار خوب. خب خیلی بحث جالب هست واقعا، این فراز یا این جمله آخری بحث 14 هم را شما بفرمایید. بله. یا ابازر من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنه. کسی که علم بیاموزد برای این که مردم را متوجه خود بسازه، به شهرت برسه، این بوی بهشت نمیشنوه، نمیفهمه. یا کسی که دنبال علم میره برای این که مردم فریب بده، یا مردم به اصطلاح جوری بسازه که همه را فریفته خود بسازه، بگن هر چی هست همی آغاست. اگر عالم از همیس، اگر روحانیس همیس، اگر آیت الله از همیس، اگر چی هست همیس. این آقام اگر قصدش این باشه، بوی بهش را نمیشه. توجه فرمودید؟ بله. بعدش میفرمایه یا ابازر یتلع قوم من اهل الجنه الى قوم من اهل النار فیقولو ما ادخلكم النار. این مربوط به کسانی است که عالمی است که مردم را و نصیحت میکنه اما خودش عمل نمیکنه، پناه بر خدا میبره. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی میگید که خودتون عمل نمیکنید؟ به مردم میگی دروغ نگو، باز خودت دروغ میگی. به مردم میگی غیبت نکو، باز خودت غیبت میکنی. به مردم میگی نماز اول وقت بخوان، باز خودت نمیخوان. به مردم میگی مردم از به مردم ظلم نکو، خودت ظلم میکنی. توجه فرمودی؟ این کارا. عده‌ای از اهل بهشت در قیامت به عده‌ای از اهل جهنم میگویند ما ادخلکم النار، شما را چرا به جهنم رفتید؟ چی چیز باعث شد که شما به جهنم رفتید؟ چرا ما ادخلکم النار و قد دخلنا الجنه بفضل تأدیبکم و تعلیمکم، ما به بهشت آمدیم به واسطه که شما ما را ادب کردید. از پای منبر شما آمدید. از پای منبر شما یاد گرفتیم رفتیم بهشت. بله. شما ما را به واسطه علمی که داشتید به اصطلاح عالم ساختید. بله. خب پس شما چرا به جهنم رفتید؟ بله. ما را گفتید دروغ نگو، نگفتیم آمدیم بهشت. بله. غیبت نکو، نکردیم آمدیم بهشت. شما چرا؟ بله. چی میگن؟ انا کنا نعمر بالخیر ولا نفعله. ما مردم را به خوبی دعوت میکردیم اما خود ما انجام نمیدیم. مثل علمای یهود. آه. علمای یهود مردم به خوبی مثلا دعوت میکردیم اما خودشون انجام نمیدیم. انجام نمیدیم. علما پس بنابراین عالم بی عمل خیلی بده. بله. مخصوصا مهمتر از عالم بیعمل کسی که برای فریب مردم حرفای خلاف شرع برای اینکه چند نفری پای پس یک عالم بیعمل داریم. بله. عالمی که یک چیز یاد داره خودش عمل نمیکنه. عمل نمیکنه. بله. این شامل همه میشه. بله. شامل او دکاندار میشه. بله. یاد داره و میدونه که دروغ گفتن حرامه، به بچهش نمیگه دروغ نگو. بله. یا میگه. بله ولی خودش خودش عمل نمیکنه. بله. یک قسم. یک عالمی است که به نام عالم و با لباس روحانیت یه چیزهایی میگه که اصلا در دین نیست. بله. یا خلاف دینه. بله. تجربه‌ام. بله. کسانی را ازش تبلیغ میکنن که مردم به طرف از اونا به اصطلاح توجه باید. توجه با اینکه اون خلاف. بله. تا
توجه فهمید؟ و این گناهش از اون عالمی که خودش عمل نمیکنه به مراتب بیشتر. پس باید اینجا آدم توجه کنه، یکی این که هر چی یاد داری خوبی به مردمان بگو، بله، نه این که بگوی خودت عمل نکن، بله، این یکی. و یکی هم هر چیز رو که نمیدانی نگو. آه بله. چیز رو بلد نیستی بگو بلد نیستم. بله. یک سوال، یک مسئله از شما سوال میکنن، برای که خجالت نکشی یک جواب دروغ میدی. بله. توجه فهمیدی؟ بله. خب نگو. بله. اگر ازت سوال کردن آقا این چطوری میشه، بگو نمیدونم. بله. نمیدانم گفتن عیب نیست. بله. دروغ گفتن خیلی عیب داره. بله. توجه فهمیدی؟ لذا تا چیزی که نمیفهمی نگو. گاهی من بارها شده است حضرت آیت الله لزمای وحید حفظه الله تعالی یه مطلبی رو سوال کردیم، فرمودند که صبر کن من مطالعه کنم باز میکن. بله واقعا. خب دیگه اینجا نمیشه بود که عجب آقای وحید بلد نیست. نه. بله. کسی که عالم به غیب نیست غیر از بله. خدا و اونایی که خدا میخواد. بله. پس بنابراین خیلی خلافه که انسان چیزی رو بگه که نمیدونه، فتوای دروغ بده. خیلی عالی. خب چون لحظات پایانی برنامه هست، لذا استفاده میکنیم از محضر شما در بحث نوافل. در بحث نوافل، اون بحثی که بله. خب بعضیا خیلی حالا اخباری هستن، اینا این نوافل واجب میدانن. از اون طرف هم بعضی هم حساب تفریطی عمل میکنن و مثلا اصلا شاید در کل ماه یک نوافله هم نخواند، نوافله این نماز. اگر شما یک مقدار راجع به ثواب این نوافل یومیه و هم کیفیت و رکعاتش بیان بفرمایید. بدترین انسان اینه که افراط و تفریط کنه. بله. افراط و تفریط از ماده فرته. بله. فرط یعنی کنارگیری از حق. حق. افراط کسی که تون میره و از حق کناره میگیره. بله. تفریط اونقدر کند میمونه که باز از حق کناره میگیره. بهترین کار اینه که انسان راه مستقیم را بپرستقیم. بعضی ها به واسطه ندانستن احکام خیلی کارا میکنن که خلاف شرعن. بله. بعضی ها به واسطه با این که احکام را میدانن تنبلی خیلی کارا میکنن که باز خلاف شرعن. بله. توجه فهمیدیم. پس نه افراد نه تفرید. بعضی ها رو ببینید مثلا خیلی خودشون این کار را مهم میدونن که عیوب مردم رو بیان کنن، عیب واقعی مردم رو. حالا یکی تهمت آدم میزنن که او حسابش جداست. شما به یک نفر که دزد نیست بگی دزد، بگی تهمت است و افترا و این حرف جدا. نه، یک کسی یک گناه کرده تو میدونی، الان او رو بیا بین مردم افشا کن. بله. چرا؟ مردم گولی اینه نخورن. بله. لا يحب الله الجهر بالسوء. بله. الا من ظلم. خدا دوست نداره که آدم کارهای بد مردم را علنی بسازه. بله. مگر اون کارهایی که آدم مورد ظلم قرار داده شد. یک کسی به شما ظلم کرد، شما میتونید بگید به قاضی، بگید آقا اینی به من این ظلم کرد. بله. اما اینی که یک کسی در عمرش یک دو دفعه غیبت کرد، شما رو بیاد در تمام جای بگو. بله. توجه فهم. بله. بعضی ها اینطوری افراطی است. بله افراطی. گمان میکنن اینی که عیوب مردم رو بیان کنن خدمت به دینه. بله. خب کیه که در دنیا گناه نداشته باشه؟ بله. کیه که در دنیا اشتباه نداشته؟ تو چی میدونی؟ شاید این آقا توبه کرده، شاید خدا بخشیدش، تموم شد. بله.
علی در عمرش یک دو تا گناه کرده، یک دو تا دروغ گفته یا چی کرده یا چی کرده، شما این خبر شد یا میایی دیگه ایره کنار علی المنار میسید. آمد این یکی که از این را، یکم نه هرچی شد آقا به من و تو چی، آمد به من و تو چی، بله فلانی این کار کرد آقا به ما و تو چی قرص، آمد بز به پای خود گوسفند به پای خود، بله خلاف شهر یا هم خلاف شهر. در اسلام به من چی یا به من و تو چی نیست، بله تو مسئولی در مقابل هر چیز، بله و همچنین در اسلام افراط هم نیست، افراط هم نیست که انسان هر چیزی رو دید فورا بیاد بیان کنه، بله. یا هر چیز شنید بیان کنه. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که تو باید همیشه در کارهای معتدل باش. معتدل باش. نماز نافله را نافله گفتن. بله. ما یک واجب داریم، یک نفل داریم، یک حرام داریم، یک مکروه داریم، یک مباح داریم. بله. احکام خمسه. احکام خمسه. بله. واجب اون است که باید حتما انجام بده. که اهل سنت به واجب میگن فرض. فرض، بله. حرام اونه که به هیچ وجه نباید انجام دادی. بله. مستحب یا نافله اگر انجام دادی ثواب ثواب میبری. مکروه اگر انجام ندی بهتره. بهتر است. مباح چی انجام بدی چی ندی فرقی نمیکنه. خب نام نافله خودش نفله. نفله. نفل یعنی مستحب. مستحب. اگر من بیایم کار مستحبی رو بگم خدا اینو واجب کرده، واجب کرده، تهمت به خداست. بله درسته؟ بله. شما یک چیز نگفتید، شما گفتید مثلا نماز قفیله مستحبه، من به شما بگم آقای بختیاری فرمودن نماز قفیله واجب، بله. تهمت به شما زده. بله. گناه کرده. بله. الان هم بیام من این مستحبات به خدا نسبت بدم یا به پیامبر نسبت بدم بگم اینا واجبن، واجبه، گناه، گناه هست. بله. ایواز ثواب گناه. بتونی نوافل انجام بدی خیلی خوبه. بله. باید انجام بدی. انجام. امام عسکری علیه السلام می فرماید که علامت مؤمن 5 تاست. 5 تاست. بله. یکی از علائم مؤمن نماز 51 رکعت نماز در شبانه، در شبانه روز است. بله. یعنی چی؟ این نماز واجبات تو بخون. بله. صبح 2 رکعت واجب، پیشین دیگر 8 رکعت واجب میشه 10 رکعت. بله. شام و خفتن 7 رکعت واجب میشه 17 رکعت. بله. این 17 رکعت واجب. واجب. بله. مستحبایشون بخون. بله. صبح 2 رکعت مستحبی داره. بله. پیشین و دیگر 8 رکعت مستحبی داره. بله. شام و خفتن 7 رکعت نماز چی؟ دو تا 4 رکعتی یک رکعت هم نماز وتیره. و 11 رکعت هم نماز شب. بله. اینا نماز مستحبی میگن که خیلی هم خوبه بخون. بله. ثواب هم خیلی داره. خوبه. چون یک دفعه در نوافل شب گفتم. بله. اما این طور هم نیست که اگر یه روز نرسیدی گناهکار باشی. گناهکار باشی. حتی گفتن اگر نافله را نرسیدی قضا کن. قضا کن. بله. مثل که واجب قضا میکنی. بله. اما این طوری نیست که بگیش این واجبه دیگه، حتما باید تو آقا واجبه که باید انجام بدی. بله. یه جوانیست بنده خدا تا شام کار میکنه، حال شب آمده خوابیده، تو به زور لگدی رو بیدار کن که بخه نماز شب ده. بله. خلاف شهر. خلاف شهر است. بله. توجه فرمون. بله. پس اینه که انسان نوافل واجب بدانه، این خلاف شهر. خلاف شهر است. این امکارم هیچ نافله انجام نده. بله. اینم درست نیست. اینم درست نیست. بله. پس تا جایی که میتونی نوافل وقت داشتی انجام بده. بله. نداشتی؟ نه، مشکل نه. قضا میتونستی قضا کن، نمیتونستی نکن. بله. چیزهایی که واجبه باید انجام بدی. بله. چیزهایی که مثلا تا
ترکش گفتن نباید ترک کنی باید انجام بدی. بله. مثلا گذاشتن ریش. بله. بله. این همه علما فرمودن که سیره متشرع این است که ریش بگذارن. بگذارن بله. احتیاط واجبه. بله. این انجام بدی. بله. بله. اما اونی که احتیاط مصاحبه لازم نیست انجام. لازم نیست انجام بده. بله. توجه فرمودی. خیلی عالی. اینه گفتن احتیاط واجبه باید انجام بدی. انجام. اما ریشی که از یک قبضه باشه یا بلندتر این نگفته کسی نگفته. که واجبه. بله مصاحبه میتونی بزن. بله. نمیخوایی. خیلی عالی. خیلی. خب این نافله ها را که همینطور فرمودین مثلا نماز صبح را بعضی بینندگان خب بلد هستن، بعضی از جوان ها نافله نماز صبح قبل از نماز صبح هست. بله. نافله ظهر و عصر هم همینطور بعد از نماز نافله ظهر قبل از ظهر، نافله عصر هم قبل از عصر. قبل از عصر و نماز مغرب که بعدش هم نماز عشام بعد از نماز. یکی از اساتید میفرمودن که حداقل این دو رکعت نماز نشسته بعد از اشاره مثلا بخونه و نماز صبح. بله. و نماز صبح که حداقل جزء نافله خوان ها باشین. و حضرت آیت الله العظما فیاض هم فرمودن که حداقل با یک رکعت نماز شب خواندن جزء نماز شب خوان ها خودشان را حساب بکنن. حالا یکی خیلی وقت داره یک ساعت نماز شب میخونه، یکی وقت نداره، یک رکعت حداقل با اسم نماز شب خوان ها انشالله حساب حتی داره که شما نماز شب را میتونید بدون سوره بخونید. بدون سوره بخونید. بله. نشسته بخونید. بله. وقت نداشتی اون چهار تا دو رکعتی که هشت رکعت بشه نتونستی بخونی، نماز شفع ات بخون و نماز وتر وتر ات بخون. بله. توجه فرمودید. بله. اینا جز نوافل مستحب باشه. خیلی عالی. خب انشالله امشب دیگه شب جمعه هم هست، انشالله برای همه مؤمنین مخصوصا اموات یک دعای شما بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. پروردگار را فرج امام زمان را برسان. پروردگار را فردا روز جمعه و روز امام زمان است. پروردگار را المتوقع و فیه ظهور در فردای مثل فردایی که روز جمعه است، توقع این است که ظهور امام واقع بشه. پروردگارا ما را از منتظرین واقعی امام زمان قرار بده. پروردگارا حاجات امام زمان برآورده بفرما. حاجات منتظرین امام زمان را برآورده بفرما. منتظرین امام زمان که از دنیا رفتن اگر مستحق ثوابند بر درجاتشون بیفزا. مستحق عقابند عقاب از اونها بردار. پروردگارا منتظرین امام زمان که زنده اند، پروردگارا اگر حاجات شرعی دارن همه را برآورده و خیر بگرد. مرزایشون را شفا عنایت بفرما. پدر مادر ذوی الحقوق ما را بیامرز. به جاه محمد و آله الطاهرین صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.